السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیماً از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می نمایم در استودیو با شما یار محمد صمدوف. نیروگاه برقی آبی راغون همچون انشاءات نادر عصر 21 اهمیت جهانی داشته، یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در دوام 28 سال استقلالیت دولتی به حساب می رود، زیرا در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان صاحب استقلال با عزم و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای ساختمانی در نیروگاه به دلیل رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی و مساعدت در رشد اقتصادی و اجتماعیات کشور آغاز یافت و امروزها با سرعت جریان دارد. این زمان در این انشاءات عظیم انرژتیکی کارهای آمادگی برای با استفاده دادن اگریگات دویوم که 9 سپتامبر سال روان پیش بینی گردیده است نظر است بوده، همزمان بنیاد نخبه‌های آپارتو، هواکش، نقلیاتی، پیشدرغات پایانی و دیگر انشاءات اساسی و یاری رسان وسعت می‌یابد. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهابی عبدالستار. امروزها از متلاش بنیادگذاران نیروگاه برقی آبی راغون برای بکار در آوردن اگریگات دویوم روانه گردیده است و آنها با درک مسئولیت کارهای ساختمانی را سری وقت و با صفت بلند به انجام می رسانند. بسا رمزی است که این رویداد واقعا تاریخی 9 سپتامبر سال روان در روز تجلیل 28 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به وقوع می پیوندد. مردم تاجیکستان به وقوع پیوستن این رویداد را روز رفشنی و نور ارزیابی می کنند و عملی شدن این کار را با کوشش و تلاش های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رب می دهند که در واقع بنیادگذار اساسی این کاخ محتشم نور می باشند. عین زمان در تمام انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون از جمله سربند اساسی و پایانی، برآمدگاه نقب ساختمانی قبط سیوم، نقب ساختمانی رقم 4، تالار ماشین ها، بنای ترانسفورماتور ها، کن های ذخیره مواد سنگ و شغل، نقب های نقلیاتی و هواکش و دیگر انشاءات اساسی و یاری رسان کارها با مرام پیش می روند. مسئولان ساختمان می گویند صفت کارها در تمام قطعه ها جوابگوی طلبات بوده. تمام تدبیرهای بنیادی شروع از آماده سازی موضع تا بتون ریزی و انکربندی و بسل و نصب تجهیزات گیدرا اگریگات ها از روی لایحه با اشتراک ساختمانچیان و مهندسان و دیگر کارمندان تکنیکی شرکت های بانفوذ وطنی و خارجی عملی کرده می شوند. دستاورد نوبتی ساختمانچیان بنیادگذاران نیروگاه برقی آبی راغون این هم باشد به انجام رسیدن کارها در نقب ساختمانی خبت سیوم که از انشاءات اساسی نیروگاه به حساب می رود. تنها فایز کمی کارها در برآمدگاه نقب مذکور باقی مانده است. یادآور می شویم که این نقب 1858 متر درازی داشته، در یک ثانیه امکانیت غنجایش 3500 متر مکعب آب را دارد. با انجام یافتن کارهای ساختمانی در نقب خبت سیوم اکنون کارگران و متخصصان شرکت های وطنی و خارجی کارهای زمینی، حفاری و ارماتوربندی را در نقب قبط چهارم نیروگاه وسعت می بخشند. طبق معلومات مسئولان ساختمان در این انشاءات تا امروز نزدیک 175 هزار متری مکعب کارهای حفاری و 222 هزار و 488 متری مکعب کارهای نقبکنی به اجرا رسیده است. کارهای بتون خوبونی در درآمدگاه و قسمت داخلی نقب باشد ادامه دارد. حجم بتون خوبونیده شده در نقب مذکور از آغاز ساختمان 38347 متری مکعب را تشکیل می دهد. در درآمدگاه و دیوار حمایوی نقب باشد از آغاز ساختمان 16967 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. چون دیگر قطعه های ساختمان کارگران و متخصصان صاحب تجربه با استفاده از ماشین و مکانیزم های زمانوی کار را در سربند اساسی و پایانی نیروگاه نیز با سطح و صفت بلند به انجام می رسانند. مهندسان می گویند تمام مسئله ضروری ساختمانی سری وقت دسترس گردیده، بعد معین کردن صفت قبط به قبط ریخته و شیبه کرده می شود. اگر برای پیشبرد کارهای ساختمانی در پیشدرغات پایانی نزدیک 30 تکنیکای مخصوص استفاده شود، در مجموع جهت سری وقت
انجام دادن کارهای بنیادی در همه قطعه های روی زمینی و زیر زمینی نیروگاه برق آبی راغون نزدیک 3000 ماشین مکانیزم مشغول کارند. کارزاری راغون شبانه روزی است. با بنیادی بزرگترین انشاءات، نیروگاه برق آبی راغون یکی از هدفهای اساسی استراتژی حکومت مملکت استقلالیت کامل انرژتیکی تطبیق گردیده، مردم کشور به زندگی از این هم بهتر و خوبتر خواهند رسید. برنامه اخبار را ادامه می دهیم. شبکه های برقی نایای تابع جمهوری انشاءات ساحه را به دوره تیرماه زمستان آماده می نمایند. همزمان در زیر ایستگاه ها و ایستگاه های ترانسفورماتوری کارهای پرفلکتیکی و تعمیری ادامه دارد. گزارشی خبرنگاران ما. زیر ایستگاه ها و ایستگاه های ترانسفورماتوری در نایه های شهر نو و ورزو، فیض آباد و راغون با تعمیر جاری و گذراندن کارهای پرافلاکتیکی به دوره تیرماه زمستان آماده کرده می شوند. این تدبیر در نایه ورزو در سطح ضروری جریان داشته. خط های برق، سیمچوب ها، زیر ایستگاه ها و ایستگاه های ترانسفورماتوری از تعمیر برآورده شدند. با وجود تامین اهالی کارخانه ها و تشکیلات و مؤسسه ها با قوه برق، برخی مشتریان در پرداخت سری وقتی حق آن به اعتنایی ظاهر می کنند. قرض عمومی مشتریان در نزد شبکه برق نوحه ورزوب با 1 آگوست سال 2019 938000 تشکیل می‌دهد که از آن 177,153,000 سوموندی را قرض کارخانه و ساختارهای تجارتی تشکیل می‌دهند. 762,148,000 سومان رو باشد قرضی اهالی رو تشکیل میدهد. در نویه شهری نو نیز کارگران و متخصصان در پای اموده کردن انشاءات ساحه به دوره زمستان فعالیت باسمر نموده تلاش دارند که در تامین اهالی با قوه برق مشکل پیش نهاید. شبکه برقی نویه شهری نو به 18,893 مشتری خدمت رسانی میکند و دارای 4 زیرسکوی برقی و زیاده از 300 عدد اسکوی ترانسفورماتری میباشد. برای آمادگی به دوره تیرماه زمستان های سال 2019-2020 20 کیلومتر خطای هوایی 10 کیلوولت از تعمیر جاری برآورده شد. در 210 عدد اسکوی ترانسفورماتری 10-04 کارهای پرافلاکتیکی گزارانده شد. کارهای تعمیری و پرافلاکتیکی در زیر ایستگاه های برقی نوحیه فیض آباد انجام یفته، برای تامین فعالیت با نظام آنها تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. در توازن شبکه برق نوحیه فیض آباد 5 زیر ایستگاه برقی می باشد. در خطای هوایی 10 کیلوولت 257 کیلومتر می باشد، خطای 0.4 کیلومتر باشد 530 کیلومتر. در بسیار خطای هوای 10 کیلومتر از اون قریب 50-60 کیلومتر خطای 10 کیلومتر کارهای تعمیری اجرا کرده شد. استفاده از دستگاه و تجهیزات کم مصرفی برقی امکان فراهم آورد که تلفات برق به تدریج کم گردید و صدمه ها نیز در زیر ایستگاه و ایستگاه های برقی کاهش یابد. با نظر داشت طلبات روزافزون به قوه برق که با بنیاد ده ها کارخانه ها و بناهای بلندشونه استقامتی به عمل آمده است، در زیر ایستگاه های برقی ترانسفورماتورهای پراقتدار نصب کرده شده. خط های برق و سیمچوب ها در اکثر شهر نویه های تابع جمهوری پورا نوسازی گردیدند. یواز نمونه سیمچوب های پوشیده 10 عدد بود، ما 12 عدد وصل کردیم. از اون جمله یواز نمونه جدوکنک های 0.4 کیلووات موفق نقشه 20 عدد بود، ما 25 عدد کردیم. یواز نمونه روزپیوند های 10 کیلووات نقشه قطعی 14 عدد بود، ما 14 عدد اجرا کردیم. شبکه های برق شهر نویه های تابع جمهوری انشاءات ساحه را به دوره تیرماه زمستانی سال های 2019-2020 آماده نموده، با مقصد صرف جویانه استفاده کردن قوه برق به اهالی کارهای فهماندهی می گذرانند. در ناحیه یوان ولایت ختلان به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 300 انشاءات به نقشه گرفته شده است که از این شماره تا امروز 150 تای آن مورد بهره برداری قرار داده شده است. در عین حال بنیادکاری ها در ناحیه به استقبال جشن های تاریخی با مرام ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما. در زمان صاحب استقلالی هر یک شهر و ناحیه مملکت ترقی نموده، سیما و اقتدار خود را به کلی تغییر داد. از جمله در ناحیه یوان ساخته به استفاده داده شدن 6 کارخانه کارکرد پخته، کارخانه های استحصالی تعینات گوناگون، ده ها عدد کارگاه های خرد و میانه صنعتی، 17 مؤسسه تحصیلات عمومی نو، 25 بنای نوی تعلیمی، مؤسسه های طبی و انشاءات زیادی فرهنگی و معیشی و تجارتی و خدمت رسانی برای بلند گردیدن سطح نیکوحوالی اهالی و پیشرفت اقتصادی ناحیه تاثیر مثبت گذاشت. صاحب کاران ناحیه در عرفه سالگرد روز استقلالیت 12 انشاءات نو را با استفاده داده تصمیم گرفتند که به مناسبت جشن پر افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان علاوه‌تن 341 انشاءات گوناگون را بنیاد نمایند. تا امروز علاقه بیش از 150 عدد آن مورد بهره برداری قرار گرفته، در اکثر انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد.
نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت ناحیه با مقصد وسعت بخشیدن به کارهای بنیادکاری و استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه با صاحب کاران، نمایندگان اهل جماعتچگی و دیگر فعالان محله‌ها و خوری‌ها دایر نموده ایستادند. چنین یک چورابینی در دهات سیتوره سرخ برگزار گردید. صاحب کاران دهات مذکور تصمیم گرفتند که تا سال 2021 قریب 30 انشاءات تعینات گوناگون را بنیاد نمایند. رهبریت ناحیه با رفت کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات از جمله نقطه‌های فروش سوزشواری، تعمیر تکنیک حموم و نقطه‌های معیشی، دکان‌های فروش میوه سبزیجات، چایخانه زمانوی، داروخانه، بناهای نوی تعلیمی در نزد 3 مؤسسه تسهیلات عمومی، مرکز سلامتی، تولدخانه دهاتی برای 10 کد، اینچنین با جریان کارهای صحرایی شناس شده و تشبثکاری‌های صاحبکاران محل بهای ارزنده دادند. صاحبکاران موفق دهات سیتوره سرخ با سپاسنامه‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قدردانی شدند. برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیه از جمله حل مشکلات نارسایی جای نشست بخشیده به آغاز سال نو تحصیلی 2019-2020 در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 ناحیه فرخور سیمخانه‌های ایلوگی مورد استفاده قرار داده شد که در آن 50 نفر خواننده در یک بس به تحصیل فرا گرفته می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویای فرخور با دستگیری مقامات اجرای محلی حکومت دولتی صاحب کاران و حشر دستجمعانه ساکنان امروزا در دایره وسعت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 8 مکتب ساختمان سیمخانه های ایلوگی ادامه دارد. برای در این زمینه بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و حل مشکلات نارسایی جای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 ناحیه برای در یک بس به تحصیل فرا گرفتن 50 نفر خواننده سیمخانه های نو ایلوگی مورد استفاده قرار داده شد. طور مسئولین ابراز داشتند انشاءات مذکور در دایره همکاری با شریکان روش بنیاد گردیده است. در دهه مهرآباد جماعت دهات غلبه نوحیه فرخور دوام دو سال اخیر با سبب نارسایی سیمخانه ها نظام تعلیم در سه بس صورت می گرفت که این حالت اصلا برای خوانندگان سیمفای ابتدایی مشکلات جدی را به میان می آورد. با بنیاد دو سیمخانه و تعمیر خصوصیات بنای اساسی مکتب مشکلات جای داشته در سال خوانش 2019-2020 برطرف گردیده در سیمخانه های نو خوانندگان سیمفای ابتدایی به تحصیل فرا گرفته می شود. که نقشه چورابینی مقامات اجرای محلی حکومت دولتی امسال باید بنای سیمخانه های لواگی مکتب رقم 38 نیز به استفاده داده شده برای به تعلیم فرا گرفتن کودکان دارای امکاناتشان محدود در ناحیه در همکاری با شریکان روش بنای علیحدہ سیمخانه ها بنیاد کرده شود. در ناحیه امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان دو مؤسسه نو تعلیمی از جمله مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 2 و 4 جریان داشته تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات مذکور و بنای مکتب رقم 28 نیز در دهات گلشن نوحیه با شرایط موثر تعلیمی باید مورد بهره برداری قرار داده شود. در شهر باختر نمایش فروشی سر و لباس مکتبی تشکیل کرده شد که در آن محصولات استحصالی کارخانه های محلی با نرخ نسبتاً ارزان به فروش گذاشته شده بود. مورد ذکر است که در کارخانه های صنعتی شهر باختر در مجموع 40,000 لباس مکتبی دوخته شده است. گزارش عبدالرزاق عزیز. در یرمرکه سر و لباس مکتبی و وسایل تعلیمی که از جانب متخصصان بخش صنعت شهر باختر پیشنهاد شده بود، شماره زیادی پدر و مادران و بی‌واسطه خود خوانندگان شرکت ورزیدند. کارخانه های دوزندگی شهر باختر سر و لباس مکتبی را به معرض فروش گذاشتند. طوری معلوم شد چند سال اخیر است که کارگاه های دخت لباس های یگانه طلبات ساکنان را با لباس های توصیفی تامین کرده ایستادند. با مقصد اجرای تامین دستور سپرشوی اساس گذاری و وعدت ملی پیشوای ملت محترم محمدی رحمان و با مقصد اجرای بندی 17 پروتکل حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تامین اجرای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با سر لباس یگانه مکتبی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر باختر تصمیم گرفته است که در یکجایگی با کارخانه‌های دوزندگی یرمرکه فروشی لباس‌های مکتبی وطنی تشکیل نماید که آن پدر مادر برای فرزندان خود برای خریداری نمودن سر لباس یگانه مکتبی با نرخ دسترس تأمین نماید. در یرمرکه لباس مکتبی کارگاه های خرد دکان های بازار های شهر باختر نیز محصولات تیار کرده خود را از جمله شیم و کاسیوم، کرته های سفید، گالستوک برای پسران و دختران را به فروش گذاشتند. فرزند خود را به 20 تفکه که در شهر باختر در مرکز شهر باختر
تشکیل کردن آوردیم و به فرزند لباس نه اینچنین لباس اینچنین مواد های خونیش یعنی هست این به ما دسترس است ما بسیار مینداریم. معلوم شد که کارگاه های خردی هر دو بازار شهر باختر نیز در تامین محصلین با سر و لباس مکتبی حصه سزاوار میگذارند. در ردیف سر و لباس همچنین دیگر وسایل ضروری تعلیمی نیز پیشکش خریداران کرده شد. چورابینی مذکور در حل مشکلات مربوط به تردد مکتب مساعدتی فعال کرد. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری وسعت داده می شوند. با مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات گوناگون که بیش از صدها عدد را تشکیل می دهد، انفراستراکتور کار و خدمت رسانی تکمیل می یابد. گزارش از ناحیه واسه. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، امروز در شهر و ناحیه های مملکت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت دارد. در نوحه واسه ولایت ختلان نیز با جلب صاحب کاران و تشبث های سازنده مقامات اجرایی بنیاد و نوسازی یک قطار انشاءات به نقشه گرفته شده است. از جمله در جماعت دیهات بنام خدایار رجبوف ساختمان ورزشگاه، مرکز های سلامتی و دیگر انشاءات مورد نیاز اهالی ادامه دارد. جماعت امروز زیاده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان زیاده از 50 انشاءات خرد و بزرگ رفته ایستاده است. عین زمان 10 انشاءات جشن را سپردیم. انشاءات هایی که باقی مانده است تا جشنگیری استقلالیت جمهوری تاجیکستان به ایستا داده می شود. زیاده از 80 نفر ساکن جماعت ما با جای کار تامین می شود. انشاءات مذکور در اساس طلبات معماری شهرسازی بنیاد گردیده در تکمیل انفراستراکتور کار و خدمت رسانی در دهات مساعدت می نماید. ساکنان جماعت دهات به نام خدایار رجبوی ناحیه واسه بنیادکاری را رواج بخشیده تلاش می نمایند تا سالگرد 30 استقلالیت دولتی را با نتیجه های نظررس استقبال نمایند. حکمت الله حسین‌زاده، ظهیر عالمی، ناحیه واسه، اخبار. بیننده های عزیز، ما شما را با شرح دیگر خبر گزاری شد در نشر های منبعی برنامه های تلویزیونی اخبار که شما امروز مستقیما پیشنهاد شما می گردند حتما آشنا می سازیم. خیر خوش نمی کنیم.